خب دوستان عزیز، سلام مجدد خدمت شما. ساعت 1:06 بعد از ظهر وقت شرق آمریکا، واشنگتن پایتخت آمریکا و نیویورک هست و من تماسی داشتم با آقای علی جهانی. متاسفانه تصویر ایشون رو نمیتونستیم داشته باشیم چون اشکالی در اینترنتشون بود و ایشون گفت که این مشکل رو میدونن، باید کامپیوتر رو خاموش روشن کنن و خود این دلیلی بر اینکه بعضیا میگن اینها از جمهوری اسلامی پول میگیرن. دیدید تصویر آقای تاجبخت چگونه بود و مشکلاتی که اینها دارن و اگر نمیدونم بودجه‌ای داشتن، درآمدی داشتن، خب اینها هم مثل سیمای آزادی تلویزیون‌های آنچنانی، مهمون‌های آنچنانی را مینداختند و ازش استفاده میکنن. این فیلم رو دیدید؟ چند تا از شما دوستان لطف کردید، زنگ زدید و گفتید که اون زیرنویس فارسیش به سرعت میره و اون چون صدای فرانسوی هم هست به اصطلاح حواس آدم رو پرت میکنه. من پیشنهاد میکنم به دوستان در کانون آوا و دیگر سازمان ها که لطف کردن و این ویدیو رو تهیه کردن که به جای تیکر که رد میشه موو میکنه زیرنویس بذارن. اینجا بهش میگن ساب تایتل، مثل فیلم های دیگه هست که به زبان دیگه هست، اونجوری طرف وقت داره بخونه به جایی که همینجوری چشمش بره. این تیکر و اینها برای خبرهای فوق‌العاده یا وضع آب و هوا یا قیمت استاک و این چیزها هست و وقتی که یه فیلمی رو بخوان به اصطلاح ترجمه کنن بهتره که ساب تایتل بنویسن زیرش و اون وایسه. در هر صورت خودتون دیدید که مثلا اون خانم میگه که شهردار اونجا آمده و از من پرسیدی که آیا با رژیم جمهوری اسلامی هستید، در صورتی که باید سوال کنید خب شما تری برای چی تظاهرات میکنید. تظاهرات در تمام کشورهای دموکراتیک آزاد هست و اینها هم از حق خودشون استفاده کردن، همون حقی که به مجاهدین، به من، به شما اجازه میده تظاهرات داشته باشیم بر علیه هر کسی یا بر علیه هر کسی. در صورت ما هنوز هم منتظر آقای علی جهانی هستیم. من خودم فکر میکنم که وقتی مصاحبه داریم بهتره که با این دوستان مصاحبه انجام بشه و پس از اون فیلمی پخش بشه. این به اصطلاح برنامه هم بود ولی دوستان بعدن تماس گرفتن گفتن چون صحبتهای آقای تاجبخش در رابطه با این فیلم هست ترجیح میدن به اون صورت باشه و بنده خدا آقای جهانی هم هی نوشتن که من آماده هستم از ساعت 12:20 که الان 1:10 است، 50 پیش ایشون آماده بودن و من شنیدم که بعضی جاها اسکایپ، این هم یه روشی هست که اینها چیز میکنن به اصطلاح صرف جویی میکنن، اجازه نمیدن شما همینجوری روشن بذاری بری دنبال کارت، گهگاهی کیفیتش رو کم میکنن که اگه شما اونجا نیستید یا ازش استفاده نمیکنید یا حتی اونایی که خیلی ازش استفاده میکنن به اصطلاح نتونن اون سرویس مجانی رو داشته باشن. نشون میده که آقای علی جهانی is online، یعنی دوباره کامپیوتر روشن کردن، برگشتن به اسکایپ. حالا امیدوارم این بار که تماس میگیرن صدا بسیار خوب بود و من شاید از این به بعد از این دوستان خواستم که همیشه یه چند تا عکس بفرستن که داشته باشیم. من حتی در رابطه با خودم خدمتتون عرض میکنم الان ببینید عکس خودم رو گذاشتم اینجا که اگر یه وقت برنامه اشکالی پیدا شد در سیستم این دوربین و اینها که اتفاقا روز چهارشنبه این اشکال پیش آمد و اینها و در برنامه خودم بعد از برنامه این دوستان صحبت خواهم کرد. آقای علی جهانی من ویدیوتون رو ندارم، شما لطف کنید بگید که به اصطلاح ویدیو وصل بشه یا همین عکسی رو که گذاشتید من به اصطلاح نشون میدم، اقلا اینجوری مطمئن هستیم که آدیو وصل هست. شما قبلا هم لطف کردید و مهمان برنامه ما بودید، اجازه بدید من به دوستان پیشنهاد کنم ویدیوی قبلی شما رو از کانون آوا، بایگانی اونها یا بایگانی تلویزیون مردم ببینن تا با شما بیشتر آشنا بشن. ضمن اینکه معرفی کنم مجددا برای اونهایی که تازه با شما میخوان آشنا بشن، آقای علی جهانی یکی از افرادی که قبلا
عضو سازمان مجاهدین بودن، بعدا تصمیم گرفتن جدا بشن و الان هم افشاگری میکنن در رابطه با سازمان مجاهدین. ایشون فعال حقوق بشر هستن از انجمن ایران قلم از آلمان. آقای علی جهانی اگر صدای من رو میشنوید لطف کنید صحبت کنید تا من تصویر شما رو هم بدم به دست کنم. سلام عرض میکنم آقای سوری، خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. بله صداتون رو میشنوم و الان آمده هستم. اگر فقط تصویرمون فکر کنم مشکل نمیاد. بله اشکالی نداره، من عکس شما رو که روی اسکایپ هست اون رو نشون میدم. لطف کنید شما در رابطه با سرنوشت اعضای سازمان مجاهدین در عراق و تشریح اهداف نامه سرگشاده کانون یا انجمن ایران قلم به اعضای سازمان مجاهدین در لیبرتی عراق رو برای من و بینندگان و شنوندگان شرح بدید، توضیح بدید. ضمناً من به دوستان اعلام میکنم که در طی برنامه و حتی روزهایی که این برنامه به صورت بازپخش پخش میشه میتونن با شماره تلفن هایی که در زیر صفحه تلویزیون و کامپیوترشون ظاهر میشه تماس بگیرن، پیام بذارن، پرسش هاشون رو مطرح کنن، نظراتشون رو بگن، یا با ایمیل info@mardomtv.com یا مستقیما با خود شما در انجمن ایران قلم یا با کانون آوا تماس بگیرن. من هم ساکت میشم و با دوستان بیننده پای صحبت های شما می نشینیم. بفرمایید. باعث می‌کنم ضمن عرض سلام مجدد و تشکر از شما که این وقت در اختیار ما قرار دادید. بله من می‌خواستم راجع به همین وضعیت اسفباری که الان نیروهای سازمان تام کمپ موقت لیبرتی و در قرار دارن و در وضعیت خیلی اسفبار و واقعا زغتباری هست. اینم که اگه بخوایم برگردیم به چیز تاریخشش، یعنی هیچ کس مسبب اصلی این وضعیتی نیست که الان این سازمان و کلا نیروها درش قرار دارن. مسبب اصلی هیچ کسی جز خود رهبری سازمان نیست، رهبری سازمان به طور خاص مسعود و مریم. سر این مسائلی که الان اونجا هست، بالاخره این نیروها بعد از کلی این مقاومت‌های غیر واقعی که مثلا با درخواست غیر واقعی که به طور خاص مسعود و مریم کردن، اونا رو بالاخره موافقت کردن ببرنشون کمپ لیبرتی که اونجا به این هدف که اونا منتقل بشن به کشورهای امن، سالس امن، کشورهایی که امنه. ولی متاسفانه به دلیل مقاومتی که این خود سران این سازمان به طور خاص رجبی ها کردن، این نفرات در شرایط خیلی وضع بدی قرار دارن. من خواستم سر این مسائلی که اونجا وجود داره یه سری صحبت های بکنم. مثلا چند وقت پیش اگه اطلاع داشته باشی، خود انجمن ایران قلم یه نامه خطاب به همین نیروهایی که اونجا مستقر هستن نوشته بود، یه نامه سرگشاده. ما میدونید که ما علارغم که جدا شدیم از سازمان، ولی همچنان این دوستان رو، دوستان، اکثریت این دوستان رو دوستان خودمون میدونیم. یعنی بلاز چیز مثلا سر خیلی مسائل با هم اختلاف نظر نداریم، ولی مثلا مسائلی مثل این که مثلا بفرض سری محورا بگم، مثلا پایان آتش‌بس جنگ ایران و عراق مثلا پایان پیدا کرده، یا مثلا بگیم که این که مسعود رجبی میگفت جنگ تناب دار پایان جنگ، صلح تناب دار حکومت ایرانه که مثلا نشد، اینا همه هم اونا میدونن هم ما میدونیم روش اتفاق نظر داریم. یا مثلا صدام سرنگون شده یا سازمان توسط آمریکا خلاص سلاح شده یا مثلا اشراف رو تخلیه کرده، اینا همه مواردیه که باشون ما در یک بحثت نظر هستیم. یعنی اونا هم میدونن که این واقعیتایی هست که پیوسته. مثلا در صورتی که همین واقعیت ها سر این محورهایی که من گفتم، مواردی که مثلا در بالا گفتم، مسعود رجبی هیچ موقع اینا رو برعکس میگفت، هیچ موقع تحلیلش این نبود که مثلا اینجوری اتفاق میفته. به طور مثال مثلا میگفت که صلح، میگفت هیچ موقع بین ایران و عراق چیز نمیشه، آتش بس نمیشه، چون اگه صلح بکنن تنابدار رژیم ایرانه.
در صورتی که اینجوری نشد، صلح شد، نه تنها تنابدار نشد، بلکه باعث شد این تنابدار خودشون میشه. دلیلش هم اینه که اینا چون اندیشهشون خشونت طلبی و جنگ افروزیه، مثلا با همین زنده هستن، همیشه تو شکاف ها زندگی. مثلا علت این که مسعود رجبی تصمیم گرفت بره عراق که بتونه این سیاست جنگ افروزی و خشونت طلبیشو اونجا بتونه راحت تر ادامه بده، چون تو اروپا نمیتونست. و بعدش هم وقتی این اتفاق نیفتاد، همیشه هم در تحلیلش این بود که این اتفاق نمیفته، و در صورت که اتفاق افتاد نتونه تنابدار رژیم ایران نشد، بلکه تنابدار خودشون شد. الان ما مشاهدیم که بعد از جنگ هی تحلیل رفتن، هی ضعیف‌تر شدن، و الان به این نقطه رسیدن که دیگه تشکیلاتش تو فروپاشی کامل قرار داره. یا مثلا میگفت که صدام سرنگون نمیشه که چهارمین ارتش دنیا هست و نمیدونم الو بلو نمیدونم نمیتونن سرنگونش کنن، و از این حرفا که دیگه دیدیم واقعیتش این بود سرنگون شد. یا مثلا میگفت سلاح ناموس مجاهدین خلقه، هیچ موقع مجاهد از سلاح جدا نمیشه، که ما دیدیم اینجوری نشد، تا به مرزی که آمریکایی اومدن این سلاحاشون خودشون دو دستی تقدیم کردن. یا مثلا سر همین اشرف، علی‌رغم که سنگ اندازی کرد، نمیدونم کلی مقاومت علکی کرد، نیروهای عراقی رو تحریک کرد، کلی کشته شدن. یه روز مثلا میگفت اشرف تمام دنیا بجنبه، اشرف نمیجنبه، سر جاش تکون نمیخوره، ولی مجبور شد اشرف رو تخلیه کنه. اولش هم که یه مدت یه مقدار نیروها رو اونجا بندگان خدا رو اونجا بی‌دفاع نگه داشت، حدود 100 نفری رو که اونا به بهانه حفظ اموال اشرف، که اونا رو هم توسط نیروهای گروه تروریستی بالاخره در جریان هستی شما که قرار چیز گرفتن، مورد حمله قرار گرفتن و خیلی به طرز فجیعانه کشته شدن. خلاصه این چیزایی که تحلیلایی که رجبی کرد به اقداماتی که باعث شد این همه گرفتاری و بدبختی و کشتار برای نیروهای خودش به وجود بیاد و هیچ موقع هم پاسخگو نبود. خلاصه من میخوام بگم که تمام این چیزایی رو که این به طور خاص این 5 مورد رو که الان گفتم تحلیل کرد، همش چی برعکس شد. و اگر شما در جریان باش خودتون بهتر میدونید، مثلا توی جوامع اروپایی، کشورهای غربی، یا وزیری یا دولتی یا حتی یک حزبی یک تحلیل اشتباه میکنه یا حتی یک حرکت اشتباه میکنه، منجر به سقوط اون حزب میشه، منجر به استعفای اون دولت میشه، اون مقام دولتی میشه، حالا وزیر یا خود هر کدوم از اون مقامات دولتی یا اون حزب. یعنی اینجا من میخوام بگم که این دیگه کوچکترین اقدامیه که رجبی بیاد بگه من به دلیل این تحلیلایی که کردم و به دلیل این سیاستایی رو که من اعمال کردم، این اشتباهات شد و منجر شد به سازمان الان به این نقطه برسه، تشکیلات الان تو نقطه فروپاشی قرار بگیره. یعنی کوچکترین اقدامش اینه که بیاد استعفا بده. و نیروها ممکنه الان جرأت نکنن همین نیرو ازش بخوام، ولی واقعا تو سوالاتشون، چون من خودم تو سازمان بودم میدونم، تو سوالات به اصطلاح تحت عنوان تناقضات خطی ما اون موقع میگفتیم، تو سوالاتون حتما هست که آقا چرا مثلا رجبی تو این شرایط نمیاد جواب بده، چرا نمیاد بگه مثلا من باعث شدم که اینجوری شده، حداقلش بیاد بگه من اشتباه کردم، معذرت خواهی بکنه. این کارم نمی کنم. و من یادمه که تو این شرایط الان کلن تو پروسه سازمان، تو بطور خاص زمانی که رجبی این رهبری رو به دست گرفت، هیچ موقع پاسخگو نبوده، پاسخگوی کارهای خودش، پاسخگوی تحلیلای اشتباه خودش نبوده است. مثلا تا هر شرایطی اگر تا اونجا که توانسته نه تنها مسئولیت زیر بار مسئولیت نرفته یا پاسخگو نبوده، بلکه شانه خالی کرده، بلکه اونو انداخته گردن نیروها. مثلا من یادمه دوران خاتمی که دور دوم انتخابات بود، تحلیلشون بود که خاتمی دور دوم نمیرسه. بعد تحلیل خودش بود، اون نشست عمومی خودم بودم گفتش. به معنی که خاتمی دور دوم هم انتخاب شد، گفت نه اشتباه شماست. یه نشست گذاشتون کلی نیروها رو زیر ظرف، شما نتونستین کارتون رو بکنی. نه بابا، یه چیز ساده است.
آدم میگه من تحلیل کردم اشتباه دارم، تحلیل سیاسی اشتباه باشه آدم بگه که اشتباه شده که چیزی کم نمیشه، ولی این تا اونجا که میدونم تو این پروسه که خودش رهبری این سازمانو به دست گرفته یا مسئولیت نیرو زیر بار مسئولیت نرفته و شانو خالی کرده و انداخته گردن نیروها، یا اینکه مثلا چی سر بزنگا فرار کرده و یا مخفی شده که اخیرا هم که تو این شرایط بحرانی، تو این شرایطی که سازمان تو فروپاشی کامل قرار داره این مخفی شده، با چرا نمیاد پاسخ؟ به خاطری که پاسخو نباشه، به خاطری که نهد بگه آقا این اشتباه کرده، این مسیری که تا الان سازمان آورده مسیر درستی نبوده، از عراق اومدنش گرفته، از شرکت در جنگ ایران و عراق گرفته، از این دوران اخیر بعد از سقوط صدام مقاومت های علکی که باعث شده این همه نیروها اونجا به جایی که کمک کنه این نیروها زودتر از عراق عراق ناام، کشوری که هر روز داره کشته میشه، آدم نیروهای مردم عادی دارن کشته میشن درست در گروه های دلویزی عراق کشور ناام، به جایی که کمک کنه با نیروهای کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل که این نیروها زودتر از اون کشور کنده بشن، بیشتر سنگ اندازی میکنه، کارشکنی میکنه، نمیدونم اخیرا نیروها رو نمیدونم مجبور کرده اعتصاب کنید. خلاصه هیچ، نه تنها که قبول نمیکنه که اشتباه کرده، بلکه همش چی از زیر بار پاسخگویی شانه خالی میکنه. خب این چیز بعیدی، نمیدونم چیز دور از انتظاری از رجوی نیست، به دلیلی که اون اندیشه فرق گرایانه که داره و اون اندیشه خشونت طلبی که داره هیچ دور از واقعیت نیست. ولی اون نامه‌ای که خود ایران کانون ایران قلم نوشته و نامه سرکشه خطاب به نیروها نوشته، چون امیدی به رجوی نیست که خودش بیاد نه تنها استعفا بده، علی چه اصلا بیاد بگه اشتباه کردم، این اصلا ازش دور از انتظاره که ازش در همچین درخواستی داشته باشیم یا اینکه مثلا همچین تقاضایی ازش باشه. به خاطر همین کانون ایران قلم خطاب به خود نیروهای لیبریتی نوشته با توجه به شرایطی که الان توش قرار دارن، با توجه به این سوالات و نافرمانی‌هایی که ما چیزش بودیم، شاهدش بودیم، حتی نیروهایی که رفته بودن تعدادی تو کمپ‌های آلبانی اونجا مثلا نافرمانی کردن از تشکیلات، به اصطلاح سرپیچی کردن، و سوالاتی هم که تو خود تشکیلات تو لیبریتی هست با توجه به شرایط این که مثلا تو این شرایطی که الان قرار داره دیگه سرانه سازمان دیگه نمیتونن اون کنترلی رو که تو اشرف داشتن و تو لیبریتی داشته باشن، نیروها این نامه را خطاب به این نیروها نوشته که شما الان دیگه میتونین جلوی این وایسین، به حداقل از این رجوی بخواین که استعفا بده. و این چون تا حالا این سازمان رو به راه راست که نبرده هیچ، 180 داره عکس برده و الان نتیجه این شده که سازمان به این وضعیت رسیده و نیروها شرایط خیلی بدی قرار دارن. آقای جهانی شما حاضر هستید یه چند تا پرسش بینندگان رو پاسخ بدید؟ بله بفرمایید. دوستی میپرسه که شما در رابطه با این نامه سرگشاده انجمن ایران قلم به اعضای مجاهدین، خود شما ادعا میکنید که افراد در لیبرتی هیچ گونه ارتباطی با خارج از خودشان ندارند، چطور انتظار دارید از متن نامه شما با خبر شوند؟ خب آره اینا ارتباط اونجوری ندارن، ولی ما میدونیم بالاخره اینا مینیمومایی میتونن تا خودشون اگه تلاش بکنن میتونن مثلا با از طریق خانواده هایی که بالاخره موفق میشن یک ملاقات سوری باشون بکنن، یا اینکه مثلا بیان با همون نیروهای حقوق بشری سازمان ملل کمیساری عالی پناهندگی که مصاحبه میکنن بالاخره این جرأت پیدا کنن که بیان دو کلمه صبح. اینجوری هم نیست که اینا نتونن، خودشون اگه بخوان آره سازمان محدودیت ایجاد میکنه، هیچ ارتباطی نمیذاره با بیرون بگیرن، ولی اگه نیروها خودشون بخوان، شما این که الان دیدیم مثلا خیلی ها تونستن ازشون فرار کنن و بیان بیرون به خودشون برسونن به مقامات کمیساری عالی پناهندگان و نمیدونم نیروهای عراقی خودشون رو نجات بدن از اونجا. یعنی شما باور دارید بالاخره خودشون میتونه این کارو بکنه؟ شما باور دارید خبر بالاخره به یه نوعی به اونها میرسه، درز میکنه؟ بله. ممنونم.
اجازه بدین این دوستان باز سوال کردن و اون وبسایت نامه به اصطلاح سایت نامه سرگشاده ایران قلم رو هم فرستادن که اون رو نشون میدن. ضمن من در موقعی که شما صحبت میکردید چون این سوال رو از آقای تاجبخش هم کرده بودیم در رابطه با کنوانسیون و اون 300 تا سازمان، من به اشتباه گفتم تأسیس 300 انجمن و سازمان، ولی گویا اینها مدعی هستن که 300 تا سازمان و انجمن در اون شرکت کرده. شما در رابطه با اون کنوانسیون چیزی میدونید یا مایل هستید صحبت کنید؟ والا این آمار و ارقامی را که سازمان میده خیلی چی میگن باید روش چیز کرد. من خودم چون تو متن کاراشون بودم، هم تو خارج کشور بودم، هم تو مثلا تو آمار نیروهایی که تو تظاهرات می آوردن و برز مثال یه سالم می گرفتن، ظرفیت یه سالم 5000 نفر بود، میگفت 25000 نفر آوردیم. حتی مثلا سوال می کردیم چرا انجام می گیم، اشکال نداره، ما باید چند برابر بگیم برای که دشمن رو چیز کنیم، به اصطلاح غافلگیر کنیم. یعنی این چیزا مثلا من حتی یادم تو عراق یه دبی میگفتن 5، اون موقع که ما بودیم هنوز جدا نشدیم، میگفتن اوایل سرنگونی صدام، میگفتن ما 5,200,000 نفر امضای عراقی‌ها رو، شهروندای عراقی رو جمع کردیم. وقتی تو اشرف درگیری شد یا اشرف باعث شدن تخلیه کنم، گفتم این 5 میلیون کجا بودن که 5,200,000 رو بعد 20 نفرشون نیومدن برای به نفع شما تظاهرات کنن یا راهنمایی کنن. خب 5 میلیون که خود چیز دولتش نه، این همه طرفدار نمیتونه داشته باشه دولت. اینا اشکالی نداره دیگه در کشوری که چیز انجمن نمیدونم فلان تاسیس شدن و برای ما چیز کردن، اینا همه ارقام غیر واقعیه. آقای جهانی میگم اشکالی نداره در کشوری که رئیس جمهورش آقای صدام حسین بود و ادعا میکرد 99% مردم بهش رأی دادن، با اون خفت و خاری، با اون آبروریزی از توی سوراخ از زیر زمین آوردنش بیرون. خب سازمان مجاهدین هم مثل اون پدرخوانده خودش عمل کرده. دوستی میپرسه که شما میگویید این سازمان فرقه است و رهبری خاص و مادام عمر دارد و در اون نامه نوشتید که رهبری خودش کنار برود و جایش را برای یک دوره 4 ساله به دیگری بدهد و میگویید که اعضا باید این درخواست را بکنند. فکر نمی کنید که این خواهش شما یک خواهش نامعقول است؟ خواهش که نیست، درخواستی که ما از نیروها داریم نامعقول نیست، خیلی واقعی و چیزی. من همون اوائل صحبتمونم براتون عرض کردم. ببین توی احزاب اروپایی یک حزب یک اشتباه کوچک میکنه، حتی یه تحلیل اشتباه میکنه، نه به اشتباه نرسه، یعنی به اقدام عملی نمیرسه، باعث استعفا و اعضای اصلی حزب میشه، باعث عوض شدن رهبری حزب، کادر رهبری حزب میشه. این خواهش ما خواهش غیر معقولی نیست، منتها ما اصلا بعید میدونیم که رجبی این کارو بکنه. به خاطر همین انجمن ایران قلم نامه را خطاب به نیروها نوشته که شما باید با توجه به این شرایطی که ببین این چیزایی که گفته همشون 180 درجه عکس در شده و منجر به اقدامات عملی علیه نیروها، علیه سازمان شده. این مینیمم درخواستیه که باید این بر کنار. بعدش هم این البسه یک انتخاباتی هم نیومده. تو احزاب که نگاه کنی بر اساس یک انتخاباتی یک کادر رهبری اون حزب تشکیل میشه، ولی توی سازمان هم چیزی نبوده. اون روز اول تو زندان بنیانگذارا رو رجوی لو داد با خیاناتی که کرد، بعد اومد رهبری این سازمان رو قافید. بعدش هم اومد مادامو گفت من رهبری اولش که تو نشستم، من یادمه خودش تو نشستم میگفت من یک دانشجوی جوان سوسولی بیش نبودم. خب این چجوری شد رهبر سیاسی؟ بعدش هم میگم رهبر عقیدتی هم. رهبر عقیدتی هم هستم. بعدش هم خودش میاد بدون چیز انتخاباتی، بدون رأی‌گیری میاد رئیس جمهور انتخاب میکنه، رئیس جمهور برگزیده. بعد این رئیس جمهور هم میشه مادام العمر. بالاخره رئیس جمهور 4 سال، یه زدی ماکسیمومش اون موقع تو فرانسه بود 7 سال، الان نمیدونم 5 سالی چقدر. بالاخره باید کنار بره یک انتخاباتی. باز انتخاباتی تو سازمان وجود، چون من تو انتخاباتش مثلا به طور خاص برای مسئول اولی انتخابات فرمالیستی میذاشت،
مثلا میگفت که مریم رجبی گفته که فلان خانم به فرض فهیم ارگانی مسئول اول باشه، نظرش اونه، شما مخالف هستید؟ هیچکی جرأت نمیکرد بگه من مخالفم، موافق، همه دوتا دست میدم بالا. این انتخاباتش بود، یعنی اصلا انتخاباتی که تو سازمان وجود نداشته که اینا بیان تا این کار. بعدش هم انتصاباتی بوده، حالا اینا اومدن، حالا میگیم این برن کنار بر اساس یک انتخابات، یک نفر بیا 4 سال یک ختمش درستی رو برای چیز با توجه به شرایطی که الان سازمانش قرار داده، سازمان از این چیز وضعیت سیاسی اسفباری که قرار داره بکشه بیرون. این چیز غیر معقولی نیست به نظر من. منتها از رجوی بعیده که بتونن چه کاری بکنن، چون اون حتی حاضر نیست که بیاد بگه من اشتباه کردم. به خاطر همینم رفته مخفی شده، الان بیش از 10 ساله تو مخفیگاه به سر می‌بره. بسیار ممنونم از شما. ما این سوال را از بیشتر دوستان پرسیدیم، اجازه بدید از شما بپرسیم، چون سوالیه که اکثر دوستان میگن که شما و دیگران که به این سازمان پیوستید و عضو بودید سالهای سال، شما باور به عملیات نظامی تروریستی داشتید و آیا امروز هم هنوز باور دارید یا اینکه طرز فکرتون عوض شده، و اگر عوض شده به چه دلیلی فکر میکنید که اون عملیات نظامی یا تروریستی دیگه جایی در دنیای سیاست و دنیای آزاد قرن بیستم نداره؟ خب اینکه درسته، من روز اول که با این سازمان چیز به اصطلاح اومدیم پیوستیم به این سازمان، باور داشتیم به این به اصطلاح مبارزه مسلحانه و فکر میکردیم که تنها راه نمیدونم رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی اینه. ولی وقتی تو شرایطی که قرار گرفتیم دیدیم که کم کم اومدیم جلو، دیدیم اصلا راه های دیگه وجود داره، آدم که تو یک سطح فکری قرار نمیگیره که وقتی که جلو میاد شرایط رو میبینه به اصطلاح به رشد فکری اون اندازه میرسه که بتونه تصمیم درستی با طبق شرایط مشخص بگیره. و ما الان به اون بعد از شرایطی که پیش اومد بدونیم اصلا دنیا دیگه الان مبارزه مسلحانه و جنگای نظامی رو نمی طلبه، نمی تابه. الان روی دنیا روی مثلا یه حالت دهکده جهانی تبدیل شده که همه میخوان با شیوه های مسالمت آمیز به این نتیجه برسن. ببینید همین مثال بزنم برای شما، همین داستان اشرف، اینا هی مقاومت میکردن ما از اشرف نمیریم، ال بل باید همون اشرف بمونیم، کلی هم درگیر شدن با تحریک کردن نیروهای عراقی رو، کلی درگیری ایجاد کردن، کلی کشته دادن، کاری پیش نرفت تا مقامات اومدن مصالحه و از رای مصالحات آمیز نیروها رو منتقل کردن به کمپ لیبریتی. خب این شیوه مسالمت آمیز باعث شد. من خودم یعنی اکثر نیروهایی که جدا شدن به این باور رسیدن که مبارزه مسلحانه جواب نداره، راه های سیاسی رو باید پی گیرید. و اصلا بعد از من خودم حداقل بعد از جنگ ایران عراق آتش بس شد، به این رسیدم که دیگه باید بریم از این کشور بزنیم بریم، اصلا جواب نداره. و بعدش هم بعدن که به این رسیدم که حتی اصلا عراق رفتن اونم اشتباه بوده، نباید میرفتیم ایران، تا اون نقطه که من سطح درکم نبود. ولی خب بعد از آتش بس به این نتیجه رسیدیم که ما دیگه، و سازمانم میدونست که دیگه نمیتونه ادامه بده، به خاطر همین میرفت به اقدامات تروریستی روی می آورد. مثلا ما شاهد بودیم دوران خاتمی میومد خمپاره میزد به مناطق مسکونی، ما میگفتیم اعتراض میکردیم، خودمون حتی اعتراض میکردیم و مورد چیز قرار میگرفتیم، غضب سران رجوی قرار میگرفتیم، میگفتیم آخه برای چی به مناطق مسکونی میزنیم با این 4 تا خونخواره زدن، با 4 تا نمیدونم نیروی غیر نظامی، حتی 4 تا پاسدار هم کشتن که رژیم سرنگون نمیشه. ولی کو گوش شنوا، البته خود رجبی بهتر از همه میدونست که خط مسلحانه دیگه جواب نداره، بعد از باد جهانی که اومد و اون بلوک شرق پاشید، اصلا دیگه این خط به کلی از بین رفت، به کلی سقوط. و بعد در شرایط ایران هم من بعد از آتش بس، خودم به طور خاص بعد از آتش بس به این رسیدم که دیگه جواب نداره خط مسلحانه.
و برای همین اساس ما از این سازمان جدا شدیم و گفتیم که باید به شیبه های سیاسی رو ببین. ما همین فرض کنید تو همین ایران نیروهای اپوزیسیون هستن دارن فعالیت میکنن بر اساس چیزهای سیاسی مسالمت آمیز، دارن کارشون پیش میبرن، خطشون پلی پیش میبرن و سازمان هیچ کار نمیتونه بکنه که تو این شرایط. و این سازمان خود رجبی بتونم که سازمان وقتی میگم، چون خود تو سازمان هم همش وقتی میگفتن سازمان میگفتن این رهبری، بقیه دیگه هیچ اصلا ارزشی براشون قائل نمودن. من میگم سازمان بر اساس اون عادت کردم همش میگم سازمان. سازمان که میگم منظورم هم رهبری سازمان، خودش هم میدونه که این خط دیگه سوخته، ولی بر اساس ویژگی خاصی که خود رجبی داره، دو تا ویژگی، یکی قدرت طلبی شد، یکی هم اون خودخواهی مفرطی که توش وجود داره، به هیچ وجه حاضر نیست قبول کنه که من بابا این خطی رو که من گفتم خط دیگه جواب نداره، باید بریم یه خط. خب یکیش اینه، یکی هم بخاطر اینه که میدونه اگر بیاد بخواد الانم فعالیت سیاسی رو شروع کنه، باید پشتار همه گروه‌های سیاسی خارجی و داخل کشور قرار بگیره. حتی اون گروهی که 290 نیرو دارن. بله ممنونم آقای جهانی، اگر شما لطف کنید پاسخاتون رو یه مقدار کوتاه‌تر کنید، چون دوستان شروع کردن به سوال کردن و شما تحمل پرسش‌های سخت رو هم دارید. بله ما حاضریم هر سوالی باشه تا اونجا که بتونیم جواب بدیم. بله ایشون نوشتن که این گروه یک گروه ضد ایرانی، ضد ملی است و همه اعضای آن هم مجری و عامل دستورات ضد ایرانی سران اون بودند. حتی خود شما نمی شود گفت که بیگناه هستید و بیگناه هستند. همه جا آمر و عامل را با هم محاکمه و مجازات می کنند. چرا شما بی خودی می خواهید حساب خودتان را به عنوان اعضا از سران جدا کنید؟ ببینید تو سازمان مجاهدین همه چی رو اون بالا تصمیم میگیره و بقیه هیچ اختیاری نداشتن. هیچ مثلا من خودم بخوام فرض بکنم، من خیلی وقت پیش با این سیاست ها با این اعمال اقدامات سازمان مخالف بودم، منتها تو نمیتونی هیچ کاری بکنی، هیچ اقدامی بکنی، چون مثلا من شاهد بودم نیروهایی که به من اعتراض میکردن مورد شکنجه و آزار قرار میدادن، حتی اعدام میشدن، حتی زندانی میشدن، حتی میفرستادن نشون ابو غریب از اونجا بود. بعد 8 سال که اگر زنده میمودن تو زندان زمان صدام تو ابو غریب، بعدش هم اینا رو مواظبه میکردن، مبادله میکردن به عنوان اسیر جنگی به ایران و معنی چه سرنوشتی پیدا میکردن. اینجا اونجا هیچ اختیاری نیروها از خودت ندارن. ببین همه چی رو رجبی میگه، اونی که من میگم همون، مثلا تو حتی نباید بگی چرا من اینو گفتم، چرا اونو نگفتم. در نتیجه وقتی که نیروها هیچ اختیاری ندارن که حتی ابراز نظر بکنن، خب اونجا نمیشه گفت که چی میگن تر و خشک با هم سوزن، میگه هرچی اونا عامل بودن، یعنی فرمان عامل بودن، اینا اجرا کردن، مجری بودن. اینجوری هم نیست. مثلا تو الان با فرض یک فرمانده یک دستوری میده، اون سربازی که مجبوره، چون اگر اونو انجام نده از پشت میزننش، از پشت سر میزنن، چیکار باید بکنه؟ در خود مثلا اون نفری که این سوال میکنه باید خودش رو بذاره قرار بده در اون جایگاه اون سربازی که هیچ راهی نداره، مجبوره خلاف عقیده و نظر خودش اونو اجرا کنه. بله ممنونم. دوست دیگه ای میپرسن که هر کس در ایران به قدرتی برسد، این رو قبلا هم پرسیدن دوستان پاسخهای خودشون رو دادن، میگن که هر کس در ایران به قدرتی برسد استعداد دیکتاتور شدن را دارد و به مجاهدین نمیشه ایراد گرفت که اگر سر کار بیایند دیکتاتور میشوند. این مشکل ممکن است برای همه باشد. یعنی میگن که به این دلیل نمیشه به مجاهدین و به گروه های دیگه اطمینان نکرد، چون ممکنه دیکتاتور بشن. شما نظرتون در این باره چیه؟ والا اینجوری نیست که مثلا هر کسی بیاد باید بگی که مثلا دیکتاتور میشه. ببین بر اساس عملکرد اون گروه و حزب سیاسی که
در بیرون هست، آدم چی میگن، مشت نمونه خرباره. ببین سازمان مجاهدینی که هنوز به قدرت نرسیده، تو تشکیلاتش یک دیکتاتوری، یک سرکوب شدید را انداخته. هنوز من یادم یکی از همین شهروندای خودم اصلا سیاسی هم نبود، یک آدم عادی از من سوال میکرد آخه این هنوز به قدرت نرسیده خودش رئیس جمهور انتخاب کرده، یعنی ما هیچ، ما انسان انتخاب، حق انتخاب نداریم، خودش برای خودش رئیس جمهور انتخاب میکنه، خودش رو رهبری میکنه. بعد این در نشون میده که مثلا این از عملکرد سیاسی این پروسه‌ای که داشته، این هر گروه هر سیاسی آدم میفهمه که این چقدر به دموکراسی معتقده. یا مثلا سازمانی که میگه من نه تنها آلترناتیوم، تنها آلترناتیوم، یعنی بقیه گروه ها هیچ نظری رو قبول نداره. خب معلومه آدم از قبل میتونه بفهمه که این گروه، این سازمان، این حزب سیاسی توان دیکتاتور شدنش چیزش زیاده، بالاست، دوزش بالاست. بله ممنونم از شما. یکی دیگه از دوستان به نظر میرسه که شما رو هم میشناسن، ایشون از شما این سوال مخصوص رو پرسن: آیا شما از بخش مالی سازمان اطلاعی دارید؟ درباره منابع مالی مجاهدین چه اطلاعی دارید که بدانیم این پولها از کجا آمده و می آید؟ بله، این بخش مالی من حدود سال 73 بعد که مریم رجبی رو فرستادن خارج کشور فرانسه، ما تعدادی رو فرستادن برای همین کار مالی اجتماعی توی کشورهای اروپایی. من تو خود آلمان حدود 2 سال کار مالی اجتماعی در اون خیابان میکردم، به اصطلاح خود مردم عادی ایرانیان آزاده که اینجا بودن به ما میگفتن شما دارین گدایی میکنید. بعد این البته این پوشش و چیزی بود برای اون پولایی که از صدام میگرفت و یا پولایی که از جاهای دیگه میآورد، حتی شرکت های انتفاعی داشتم اینجا. ولی این هم 2 تا چیز داشت، یکی این که نیروها رو مثلا مصرف داخلی داشت که نیروها رو بگه که ما داریم پولمون رو از طریق مال اجتماعی در میاریم، که مثلا نگن این ما این همه درآمد چیزایی که داره سازمان ریخت پاشایی داره، این خرج رو داریم، پولا رو از کجا میاره، که اون به اصطلاح کمکایی رو که از صدام میگرفته، از پول نفت میگرفته، یا اون شرکت های انتفاعی که داشته و نمیدونم از این ور اون ور که پول میگرفته اونا رو بپوشونه نیرو برای مصرف داخلی باشه. یکی هم که بالاخره یه پولی جمع میشد از این طریق. مالی اجتماعی به طور خاص تو ماهای نوامبر و دسامبر تا 15 ژانویه حدود 2 ماه و نیم به صورت بسیج مالی بود تو همه کشورها. نیروها باید بعضی خودم روزانه 14 ساعت برای میرفتیم تو خیابان از مردم پول نقد یا حتی چک یا تو خود آلمان به صورت اوبروایزون پول میگرفتیم و بعدش هم این پولا سرجم میشد میفرستن. بعد حتی خود سوژه‌ای که میگرفتیم باش صحبت میکردیم بعد آدرسش رو میگرفتیم. یه بخش دیگه داشت به نام بخش مالی چیز، مالی ویژه. اون مالی ویژه میرفتش با نیرو، اون مثلا بین این نیروهای مثلا من 10 تا سوژه گرفتم، عین 10 تا 5 تاشو انتخاب میکرد، میره باشون صحبت میکرد، یه پول کلانی از اونا میگرفت. بعد از بین اونا یکی رو انتخاب میکرد، بهشون گفت تو باید مستمری بشی، مثلا 10 سال یک بچه رو بچه‌ای که اصلا وجود خارجی نداره، بچه‌ای که پدر مادرش رو اعدام شدن و تو کمپه، تو باید مستمری کنی، اونا آبونمی بشی و اونا چیز کنی، هر ماه یه پولی بهش کمک کنی. این وضعیت مال اجتماعی بود که ما توش، ولی درآمد اصلی سازمان این نبود، یه سری شرکت های انتفاعی تو خود آلمان و کشورهای دیگه داشت، علاوه بر اون نفتی هم، پول نفتی هم، درصدی از پول نفت عراق هم میگرفت، دقیقا نمیدونم چند درصدش رو، ولی یه درصد پول نفت عراق رو از صدام میگرفت. ببخشید آقای جهانی، با این صحبت هایی که شما میکنید، من یک کلمه هست اینجا میگن پولشویی. منظورتون اینه که سازمان مجاهدین با این وسیله میخواسته پولشویی انجام بده و اون پولهایی رو که میگنش پول کثیف، پولهای کثیف رو به این صورت تمیز کنن؟ بله دقیقا همین که شما عرض میکنین. آره پولشویی میکرد که حتی تو جریان این دادگاهی که برای مریم رجبی اون دستگیریش که پیش اومد، اصلا یکی از فرماندهای اصلیش همین پولشوییه که
انجام شده دادن تو سازمان. بله. و این علاوه بر اون کلاهبرداری هم که میکردن، مثلا بین خیلی از من تو نروژ شاهد بودم، همون موقع که مالش نمیکردیم مردم عادی شکایت کرده بودن که اینا کلاهبرداری میکردن. مثلا اوبروایزون طرف مینوشت 100 تا پول نروژ، مثلا 100 کرون، اینا میکردنش 1000 تا. اینجوری هم خیلی سر مردم کلاه میذاشتن. اینا مواردی بود که من خودم شاهدش بودم. بسیار ممنونم. آیا حوصله انتقادم دارید شما؟ بله حتما انتقاد داریم، حوصله انتقاد داریم. بله، یکی از دوستان میپرسه که شما که الان در اروپا و آلمان هستید و باور دارید که سازمان‌های سیاسی باید آزادانه فعالیت کنند، چرا گیر دادید به مجاهدین، یقه مجاهدین رو گرفتید؟ اینها هم مثل سازمان‌های دیگه حق دارن فعالیت کنند. شما در این رابطه نظرتون چیه؟ چرا شما به سازمان مجاهدین به اصطلاح پیله کردید و اون رو دارید افشا میکنید؟ البته انتقادش رو من نفهمیدم، ولی من از روی سوال خودش جوابش رو، تو سوال خودش هست، میگه چرا به سازمان سیاسی دارن فعالیت میکنن، ولی به نظر من سازمان مجاهدین از حالت سازمان سیاسی در اومده، صد یک فرقه اداره میشه. از زمانی که سازمان شد، سازمان مجاهدین تبدیل شد به سازمان مسعود و مریم، فقط اون دو نفر هستن که تصمیم میگیرن برای سرنوشت نیروها، کما اینکه همین الان هم دارن سرنوشت نیروها رو تصمیم میگیرن برای اونا، بدون اینکه اونا اصلا خبر داشته باشن، بدون اینکه اونا بتونن اختیاری داشته باشن در مورد سرنوشت خودشون. اونا رو میگن باید شما اینجا بمونید، شما باید نمیدونم این کارو بکنید، شما باید نرین از عراق. ببینید، انتقاد ایشون اینه که فکر میکنه که شما چوب لای چرخشا. بذارید من یه بار دیگه این جمله رو بخونم. نوشتن این همه گروه هست که مشغول مبارزه هستند، هر کس هم حق دارد بر حسب فهم خودش مبارزه کند و نوع مبارزه را هم خودش با امکاناتش مشخص کند. سازمان مجاهدین هم مشغول مبارزه هستند. به شما چه مربوط که یقه آنها را میگیرید و چوب لای چرخشان میگذارید؟ والا آره، منظورم اینه که اینا اصلا سازمان سیاسی نیستن و یا اصلا در حال مبارزه نیستن که اینا تبدیل شدن. الان تو نگاه کنی، برو اخبار اینا رو نگاه کن، همش دارن یا اپوزیسیون، نقش اپوزیسیون دولت عراق رو بازی میکنن، یا تو نقش اپوزیسیون دولت سوریه رو بازی میکنن. و بعدش هم اینها، ما به خاطر این دوستانی که اونجا داریم، به خاطر دوستان خودمون، ما حق خودمون میدیم. وقتی خودمون رهایی پیدا کردیم از این سازمان، اومدیم تو دنیا بیرون، واقعیت ها بیشتر چشمون به واقعیت ها باز شد، ما خودم حق خودم میدونم که کمک کنم این نیروها از اونجا بیان بیرون و خودشون تصمیم میگیرن مبارزه کنن، سیاسی کنن، مبارزه چه شکل مبارزه بکنن، یا اصلا به زندگی ادامه بدن. من میدونم، من خودم اونجا بودم، میدونم که اینا نیروهایی که اونجا هستن خودشون نمیتونن الان کاری بکنن، چون یک به دلیلی که اصلا چرا باید بهشون کمک کنیم، یعنی که به دلیل این که این نیروها اولا که تحت فشار روحی و جسمی شدیدی هستن تو عراق، کشور ناامن. دوما این سازمان مجاهدین به طور خاص سرانش نه تنها کمکی نمیکنن برای انتقالشون به کشور سازش، دارن سنگ اندازی میکنن، فشار میارن روشون، نمیدونم اونا رو وادار به اعتصاب و نمیدونم تحلیل رفتن جسمی به طریق اعتصاب میکنن. در اینش ما حق خودمون میدونیم که بهشون کمک کنیم که از اونجا خارج شن، و این حق با افشاگری علیه همین سران فرقه به طور خاص رجوی ها که دارن سازمان رو، نه سازمان داره مبارزه میکنن، دارن بر علیه نیروهای خودش دارن کار میکنن، بر علیه نیروهای چی، مردم ایران دارن کار میکنن. یعنی یه سازمان سیاسی، برای هر سازمان سیاسی فرق نمیکنه چه گروهی تشکیلاتی باشه، نمیدونم، خیلی الان گروه های تشکیلاتی هست، ما کاری به اونا نداریم. مثلا همین گروه، یک گروه هست که تجاکه داره چیز مسلحانه، ما کاری به اونا نداریم. من تو این سازمانی که بودم و میدونم چه داره بر سر نیروها میاره و چه داره من دارم به این نیروهایی که اونجا گرفتار این فرقه، سیاست فرقه گرانه رجوی هستن، دارم کمک میکنم. بسیار ممنونم. و یه سوالی هست که این رو اجازه بدید من به صورت عمومی از همه دوستان بپرسم، و امیدوار باشم که کانون آوا در اون برنامه‌ای که به صورت
پاسخ به پرسش‌های بینندگان و نظراتشون به اصطلاح در نظر گرفتن در اون پاسخ بدن. ما نمیخوام همه سوالات رو از شما بپرسیم و شما رو خسته کنیم، به قول معروف اجازه بدید که در این پرسش ها دیگران رو هم سهیم کنیم. آقای به نام رضا میپرسن: با سلام آقای سربی، چرا برخی از اعضای شورای ملی مقاومت از جمله دکتر قسیم قبل از استعفا و آقای اسکندر فیلابی تأکید بر این دارند که عضو شورا هستند و نه عضو ارتش آزادی بخش؟ مگر اینها هم فکر این فرقه نیستند؟ الان که دیگر ارتشی وجود نداره، با این حرفشون نشون میده اینها 100% خودشون رو جزوی از این فرقه نمیدونند. و این سوالی هست که اگه شما بخواید میتونید پاسخ بدید، ولی من خودم فکر میکنم به این دلیل بود که اون موقع سازمان مجاهدین اسمش توی لیست بود و اینها به این صورت به اصطلاح خودشون رو اینجا بهش میگن شل گیم، یعنی قایم میکنن زیر یک شل، همون صدفه، و به این صورت عمل میکردن. ولی سوال خوبیه، مخصوصا حالا که اسم سازمان مجاهدین از لیست در اومده و میبینیم که مثلا افرادی مثل آقای فیلابی زنگ میزنن و در برنامه گلریزان حتی پول کمک میکنن به سازمان مجاهدین، ضمن اینکه از اون ور گفته میشه که شورای ملی مقاومت به این افراد حقوق میده، دیگه الان چه احتیاجی دارن که اینها شورای ملی رو نگه دارن، شورای ملی مقاومت، و همه رو یه سازمان به اصطلاح نکنن و نگن که ما عضو اون سازمان هستیم؟ بفرمایید. بله، این که میگین دقیقاً همین که بعد از که تو لیست وزارت خارجه آمریکا و تو لیست اتحادیه اروپا قرار گرفت تو سازمان و به اصطلاح ارتش آزادی بخشش، اینا میگفتن ما شورایی هستیم، تا اینجوری مثلا به اصطلاح حتی نتونن شورای ملی به اصطلاح مقاومت هیچ انجمنهای دیگری تخصص نمیدونم انجمن متخصصین ایرانی و از این به شکلهای دیگه انجمنهایی رو تشکیل داده بود که مثلا بتونن فعالیت کنن و دیگه اون تحریم شاملشون نشه، اون لیستی که توش قرار گرفت لیست تروریستی شاملشون نشه. این یکیش بود. یکی هم مثلا من خودم با این چیز شورا، مثلا شورای وجود نداره، شورای دستازی بود. ببین اولش اومد یه شورایی رو تشکیل داد، دکتر قاسملو توش بود، آقای بنی‌صدر توش بود، همه اینا بودن، و با مرزی که اینا فهمیدن که بابا این مسعود رجبی میخواد خودش همه کاره باشه، خودش تصمیم گیرنده باشه، اینا کنار رفتن ازش، افراد اصلی رفتن، یکی دوتا هم که موندن مثل آقای قسیم و آقای نور روحانی هم که اینا بعدش اومدن کنار. آخرش منظورم اینه که شورایی که 40 نفر چیز داشته، عضو داشت، اکثریتش زنهای شورای رهبری سازمان بودن. ما خودم یادمه تو هم یکی از نشستای خود رجبی این زنهای شورای رهبری رو میگفت شما استفا بدین برید تو شورا، اکثرش چیز مجاهدین هست، یه تعداد انگشتگاری مثل هزارخانی و مثل روحانی و اینا الان که اومدن بیرون، چند نفری بودن سامی و اینا بودن که جایی نداشت، مثل سامی جایی نداشت، از حزب اون گروش بیرون اومده بود، با زنش اومده بود، پناهنده شده بود، اینا شده بود شورا. این شورا یه چیز دستاز و فرمالیستی بود، اصلا نقشی نداشت. ولی خب استقبال سیاسیش همین که شما فرمودید همین بود که میخواست بگه که ما دیگه ارتش آزاده بخش نیستیم، شورای ملی مقاومت، این که بتونن اینجوری فعالیت کنن. بله، بسیار ممنون. اجازه بدید من به عنوان آخرین سوال از شما بپرسم: شما چرا زنده و سالم هستید؟ یه دوستی نوشته که آیا واقعا در سازمان مجاهدین خلق شکنجه و قتل وجود داشته برای مخالفان؟ اگر اینجور بوده چطور این جدا شدگان هنوز زنده هستن و سالم در رفتن؟ خدا بوده ما نه تنها از اون شکنجه و زندان و ایناش نتونستن ضربه به ما بزنن، حتی تو این درگیری هایی هم که پیش اومد ما سالم موندیم. تو جنگ حداقل اونایی هم که باور ندارن شکنجه بوده، جنگ ایران و چیز عراق و آمریکا که بود، بمباران، ما داریم بمباران بود، ما اونجا بودیم، خدا خواست که کشته نشیم یا زنده بمونیم. ولی خیلی از بچه ها بودن که بر اثر همین شکنجه، لیستش هم هست، اسنادش هم موجوده، شکنجه شدن، کشته شدن، زندانی شدن. میتونین باشون مصاحبه کنین، افرادش هم هی حاضر اینجا هستن که من سراغ دارم، دوستانی را مثل آقای صبحانی که تا
تو ابو غریب زندان بودن، هم تو زندانه سلولای انفرادی سازمان بودن. خیلی از دوستانو میشناسم که از جدا شده زندان بودن، شکنجه شدن. خودم منم حتی توی یکی از این نشستاشون که با چیزاشون مخالف بودم، چند تاشون ریختن سرم، افرادشون هم با عصب دارن زدن، دوتا از دندونامو شکوندن. ولی خب خدا خواست زنده موندیم دیگه، حالا کار خدا بوده. بسیار عالی، از شما ممنون و متشکرم. اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه از دوستان خداحافظی کنیم. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم و چند دقیقه که باقی مونده فیلمی رو که از دیدار پدر و مادرها و اقوام افرادی که در کمپ اشرف بودن و به طور خیلی بدی با اونها رفتار شده، اون رو نشون خواهیم داد. بفرمایید. شما تشکر مونم که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید و از شنوندگان عزیزتونم خیلی تشکر مون که حوصله خرج دادن و به عرایض بنده گوش دادن. فقط نکته آخری که داشتم میخواستم بگم، برای شرایط اسفباری که این دوستان ما در اون کمپ لیبرتی توش قرار دارن، شرایط واقعا اسفبار روحی، فشار روحی جسمی شدیدی روشون هست، سازمان هم هیچ کاری نمیکنه. حتی این ایرانیان آزاده به طور خاص خانواده های این نیروهایی که اونجا گرفتارن کمک کنن و به این ارگان های بین المللی حقوق بشری مراجعه کنن و این سعی کنن که اونها رو از اونجا زودتر برهانن. حالا با خودشون بیان تصمیم بگیرن برای آینده خودشون که چطوری به زندگی یا مبارزه سیاسیشون ادامه بدن. از شما بسیار ممنونم، آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. مرسی. همچنین مرسی. خدا نگهدار. خدا نگهدار. به امید دیدن. خب دوستان عزیز، این هم برنامه‌ای بود امروز 14 فوریه از کانون آوا تقدیم به شما، که دوستان را از انجمن ایران قلم از آلمان دعوت کرده بودند. ضمناً من این وبسایت این دوستان را هم آدرسش رو براتون اینجا نشون بدم. خیلی ساده است: iran.qalam.de. ایمیلشون هم هست iran_ یا اون خط پایینی qalam@yahoo.de. اگر صحبتی دارید، پرسشی دارید، از اونها بپرسید مستقیما. اگر هم راحت تر هستید، با این شماره تلفن و آدرسی که اینجا میبینید تماس بگیرید، پرسشتون رو مطرح کنید، ما هم برای اون دوستان ارسال میکنیم. زمانی هم باقی نمونده، ولی باز هم ما چون خیلی از شماها این فیلم رو میگید، ما این رو نشون میدیم، ولی اصل این فیلم رو در یوتیوب میتونید ببینید و در کانون آوا. روز روزگار بر شما خوش. برنامه ها رو پی میگیریم با هم. مرسی. اصلا ما کاری نشیم، ما فقط خواستیم بچه هامون رو برگردونیم که خواسته بچه هامون هم بود. چهره خیلی خسته، عرض کنم خدمتتون، بسیار افسرده، مشخص بود که درونش نمیخواد باشد اینجا، ولی به یه صورتهایی محافظ براشون قرار داده بودن، نمیتونست حرفشو بزنه، حتی میتونم بگم شستشوی مغزیشون داده بودن. برادر من اون برادر 18 سال پیش نبود. من از قلب برادرم اطلاع داشتم، از رؤوفتش، از مهربونیش. زمانی که گفتم پدرم منتظرته، تخت بیمارستان خوابیده، و پدرم آخرین حرفش این بود که رو تخت بیمارستان گفت که من دارم میمیرم ولی فرهادم رو ندیدم. ولی متاسفانه اینم که بهش گفتم هیچگونه اثری روش نذاشت. ما تصمیم گرفتیم برای دیدار فرزندان ما یا از سازمان‌های بین المللی کمک بخوایم فرزندان ما را آزاد کنیم. ما این تصمیم گرفتیم، به کربلا اومدیم، به شهر بغداد اومدیم. بعد از 48 ساعت قبل ما یه تظاهراتی داشتیم در UN، اونجا به ما تعهد دادن، قول دادن، کار مساعدت به ما کردن که ما منافقی را ببینیم. رفتیم در مقرشون. باید توجه به اینکه بعدی از آقای سرکرده های منافقین ما صحبت هایی داشتیم، اینا گفتن که ما 3 روز اطلاع داریم که شما اومدیم، میخوام بیایم پیش ما. ولی با بدترین رفتار انسانی، با بدترین رفتار انسانی که فوش، فحاشی، مشتلقت، دست به آمریکایی بردن، با 4 تانک ماشین ما را محاصره کردن، همه ما را دستبند زدن. واقعی خانواده بودن که 20 سال، 18 سال، 15 سال خبر ندارن هم بچه هاشون. ببین اینا خانواده ایزن سیاسی باشن، اصلا هیچ علاقه ای هم به سیاست ندارن، فقط اومدن اطلاع پیدا کنن. چرا 18 سال بچه هاشون حتی نتونستن یه نامه، یه تلفن بزنن؟ ولی رفتیم اونجا، برخوردی که اونا با ما کردن،
من آقای محبی رو با هم دستان زدن نزداشتم تحویل نیروهای امریکایی دادن. ما همش دو ساعت پیش بچه‌مون بودیم، دو ساعت هم با دو تا محافظ علکم هم ما رو این ور اون ور می‌بردن، 4 ساعت در خود سالون منتظر بچه‌مون بودیم. این دیدار بچه‌مون میاد نمیاد الان میاد، هی دوستاش علکی میومدن میگفتن ما رو سر کار گذاشته بودن.